زن و خانم ما برای قسمت داخل چشمش، برای این حاله ای که گفتم رنگ سفید هستش، رنگ سفید ما میدادیم و از ساده دوزی یا از زیگزاگ خیلی باریک استفاده میکنم. اگه چرختون روی ساده دوزی خوب راحت نمیدوز روون نمیدوز، میتونی از زیگزاگ خیلی باریک هم استفاده کنید. یه حاله کوچیک رنگ رنگ سفید داره که اونو فشار میدم به این صورت و حالا رنگ مشکی میدازیم و چشمشو براتون میدوزم. نخ زیر و روی کارو من مشکی انداختم و حالا چشم رو، قسمت چشم رو میدوزیم. از قسمت های باریک این کار شروع میکنم به دوختن. به همش هم با ساده دوزی این کار انجام میدیم. دو تا دونه چشم رو به این طرف پیچش انجام میدیم و حالا داخل چشم رو با ساده دوزی پر میکنیم. میتونید این قسمت چشم هم با زیگزاگ خیلی باریک هم پر بکنید. و قسمت داخل چشم هم به این صورت پر میکنیم. به این صورت داخلی چشمشو پر میکنیم و برای قسمت ابروش هم از زیگزاگ خیلی باریک هم میتونیم استفاده کنیم و هم از ساده دوزی. به این صورت ابروهاش هم دوخت میزنیم. و برای قسمت بینیش
به این صورت دوختش رو انجام میدیم. برای قسمت لبش ببینید، یه قسمت وسط کار دوخت انجام نمیشه. من این قسمت پایین رو از دو رنگ استفاده میکنم، یه حاله کوچیک صورتی میزنم و بقیه کار رو رنگ قرمز میزنم. برای قسمت لب اگر شما هم دوست داشتین یه تیکه کوچیک میتونین رنگ صورتی روشن بزنین، باقی کارم رنگ قرمز میتونین بزنین. من به سلیقه خودم یه قسمت کار رو رنگ صورتی میزنم. و باقی کار رو رنگ قرمز. دو تا دور لب رو اول می‌بینیم. این دست خیلی باریک داخلش رو کار میکنیم. صورت قسمت لبش هم دوخته میشه. برای دوخت موها خانوما من از دو رنگ استفاده میکنم، از رنگ قهوه‌ای و از رنگ مشکی. الان نخ قهوه‌ای رو انداختم و زیر کارم حتما رنگ قهوه‌ای بندازین شما. و دوخت کار رو بنا به این که دوست دارین که بیشتر رنگ قهوه‌ای بیشتر مشخص بشه، بیشتر قهوه‌ای بزنین. اگه نه دوستان بیشتر طرح مو زمینه اصلیش مشکی باشه، مشکی بیشتر بندازید. من قسمت هایی رو با رنگ قهوه‌ای می‌دوزم و قسمت هایی رو با رنگ مشکی. زیگزاگی که الان دارم استفاده میکنم روسته هستش. اگه شما میخواین رو ساده دوبی هم میتونین این کار رو انجام بدین.
یه قسمتی هم از پایینی چشماشو بغلی چشماشو رنگ قهوه‌ای میدن. جاهایی رم برای رنگ مشکی باقی می‌ذارم. قسمتایی که الان دوختم رو رنگ مشکیشم براتون میدوزم که ببینین چجوری دوختمون زده میشه. من قسمتایی از کار که قرار بود رنگ قهوه‌ای زده بشه رو دوختم. حالا جای خالی کار رو با رنگ مشکی پر میکنم. به این صورت تمام قسمت هایی که خالی گذاشته بودیم رو پر میکنیم. شما اگه خواسته باشین که یه رنگ بدوزین که با همون رنگ مشکی تمام قسمت ها رو پر میکنیم.
به این صورت دوختمون انجام میشه. باقی قسمت ها که مربوط به موها هستش که به همین صورت دوخته میشه. من طرح تموم شده این رو هم در انتهای فیلم هم براتون میذارم. امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومد میشه و بتونید استفاده کنید. تا ویدیوی بعدیم، خدا نگهدار.